ستار رحمانی فعال کارگری از لندن همراه ما هستن. اعتراض بازنشسته ها آقای رحمانی به صورت مستمری ادامه داره، آیا گوش شنوایی هم پیدا کرده این اعتراض ها؟ با درود به شما و بینندگان عزیز، گوش شنوا که چرز کنم اینا دیگه مجلس در مورد مسئله رتبه‌بندی معلمان و بازنشستگان بارها بحث کرده، قولهای دادن و همینطور این صدا در تمام مدارس، مدیران مدارس، آموزش پرورش در ارتباط با معلمان و بازنشستگان کشوری اینا بوده. تا اونجایی که حاکمیت به این مسئله پاسخ داده، به مسئله رتبه بندی، یکی از خواسته های معلمان رتبه بندی هست، پاسخ داده، اما از آن سوء استفاده سیاسی هم میکنه. ببینید، برای اینکه بتونن یا بخوان به معلمان یا بازنشستگان رتبه بندی بدن، اینا چند تا مؤلفه گذاشتن: شایستگی عمومی، شایستگی تخصصی، شایستگی حرفه‌ای و تجربه. اما این اما خیلی مهمه، در ارتباط با شایستگی که به همه اون بخشا وضع شده، تعریف اینجوریه: در ارتباط با شایستگی، پایبندی به ارزش‌های اسلامی ایرانی و انقلاب اسلامی و تلاش در جهت صیانتون. یعنی این کلمه شایستگی به این مفهومه که یه معلم یا بازنشسته باید متعهد بشه که نسبت به جمهوری اسلامی هیچ اعتراضی نمیکنه، اعتصاب نمیکنه و سر به زیره و به کار خودش ادامه میده. در این صورت اون وقت رتبه‌بندی را اجرا میکنن، که این کار کردن و بسیار تونستن در بین معلمان هم اختلاف بندازن. یعنی از رتبه‌بندی از 1 تا 5، چه بازنشسته چه معلمی که کار میکنه، به اونهایی که در تجمعات و تظاهرات و اعتراضات شرکت کردن، اینا رو چیکار کردن؟ گفتن که شما رتبه بندیتون به اون لولی که تعیین کردیم نمیرسیم، برای اینکه در تجمع شرکت کردین. و نمونه اون در تاکستان، یکی از معلم‌ها برای من تعریف میکرد، میگفت که من شناخته شده باید مثلا رتبه 5 رو میگرفتم، وقتی زنگ زدم به آموزش پرورش گفتن شما یک چایی در خانه مهندس رجب که نماینده مجلس هست در ایران نخوردیم، بنابراین رتبه شما از 5 به 2 تغییر داده میشه. این نوع برخوردها، یعنی استفاد تا رتبه بندی رو دادن، برای معلمان دارن ازش استفاده میکنن. آقای رحمانی، اعتراضات بازنشسته یا صرفا فکر میکنید صنفیه یا سویه های سیاسی هم داره؟ ببینید، در کشوری که حاکمیت توتالیتر وجود داره، حاکمیتی که جز جهل و جنایت و خرافه در عرض این 40 سال ازش دیده نشده، مسلما هر حرکت اعتراضی از منظر حاکمیت امنیتی و سیاسیه. تمام این معلمانی که دستگیر، فعالین کارگری، مدنی، محیط زیست، زنان، اینا فعالیت هاشون در ارتباط با خواسته ها و مطالبات مشخص صنف خودشون بوده، اما حاکمیت تمام اونها را امنیتی به عنوان برهم زدن امنیت کشور، در صورتی که خود این حاکمیت که چه در خانه، چه در خیابان، چه در محل کار، هر جایی که میبینی امنیت مردم را به هم زده. از این زاویه خب مسلمه که این حرکات، این اعتراضات از منظر حاکمیت سیاسی، از منظر خود معترضین هم وارد فاز سیاسی شده. وزیر کار میگن استعفا بده، وزیر آموزش پرورش که واقعا نمیتونه یک کلاس ابتدایی رو اداره بکنه گذاشتن و میخواد حوزه و حوزه علمیه رو، مدرسه رو با هم ادغام بکنه، و میگن باید بری کنار، تو اصلا شایسته در این مقام نیستی. بنابراین بله، خب علیه خصوصی‌سازی، کالاسازی آموزش پرورش دارن اعتراض میکنن. این سیاسی شعار معلم زندانی باید آزاد بشه، این سیاسی چه بازنشستگان اعتراض شعارها رو میدن و چه معلمان، در مورد مسمومیت دانش آموزان در سالهای قبل، در مورد کلاس های درس که با استانداردهای بین المللی نمیخونه، و در مورد سطح آموزش، تحمیل یه مذهب معین، دین معینی به آموزش پرورش که مخالف تمام اسنادهای سازمان بین المللی هست، و همینطور این مسئله یه که باید حل بشه. یعنی اصلا مذهب آموزش نداره. خیلی ممنون. ممنونم آقای رحمانی. ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن.